See, that'll stop when you pick up the phone. Oh! Ooh, I'm on. Okay. Mr. Bing's office. فیبی قبل از این که تلفن رو برداره چی میگه؟ I'm on. Ooh, I'm on. Okay. I'm on. و در واقع باید بگه I'm on it. On it به چه معنیه؟ Actively dealing with a problem, job, etc. یعنی به طور فعالانه یه مشکلی، مسئلهی، به یه کاری، چیزی رسیدگی بکنی. پس میشه همون انجام دادن یه کاری، رسیدگی کردن به یه کاری. اینجا هم داره میگه که من انجامش میدم. I'm on it. من انجامش میدم. من دارم انجامش میدم. من بهش رسیدگی میکنم. Okay, someone look it up. I'm on it, Jim. I'm on it. I'm on it, Jim. I'm on it. We need to get this paperwork done. ما باید این کاغذبازی و تشریفات اداری رو انجامشون بدیم. کاراشو تموم بکنیم. Don't worry, I'm on it. نگران نباش. من انجامش میدم. انگاری که بگی که I deal with it. من بهش رسیدگی میکنم. We need to get this paperwork done. ما باید این کارهای اداری، کاغذبازی و تشریفات اداری رو انجامش بدیم. تمومش بکنیم کاراشو. Don't worry, I'm on it. نگران نباش. من انجامش میدم. من به این کار رسیدگی میکنم. Oh no, we have to find them. I'm on it. I'm on it. We need help with web design. ما برای طراحی سایت به کمک احتیاج داریم. Don't worry, I'm on it. نگران نباش. من انجامش میدم. من بهش رسیدگی میکنم. We need help with web design. ما برای طراحی سایت به کمک احتیاج داریم. Don't worry, I'm on it. I deal with it. نگران نباش. من انجامش میدم. من بهش رسیدگی میکنم. No, I'm sorry. He's in a meeting right now. I'm ready. Will he know what this is in reference to? And he has your number. All right, I'll see that he gets the message. Bye-bye. به کانال من Laugh and Learn ENG خیلی خوش اومدید. من فاطمه خمسه هستم و روی اپیزود 22 فصل 1 سریال فرنز داریم کار میکنیم. اصطلاحات و فریزال ورپاش. فیبی شده منشی چندلر، جوگیر شده. جمله‌ای که گفت چی بود؟ Will he know what this is in reference to? ایشون میدونن که این در چه موردیه؟ این تماس که گرفتین در چه موردیه؟ Will he know what this is in reference to? In reference to something. With reference to something. از اون عبارتهای فرماله، خیلی رسمیه که توی نامه ها مکالمات رسمی خیلی استفاده میشه. به چه معنیه؟ About or concerning someone or something. In relation to. یعنی اینکه در مورد، درباره چیزی، اشاره یا عطف به چیزی. میگم توی نامه ها مثلا خیلی میتونیم ازش استفاده بکنیم. I am writing in reference to your recent letter. I am writing in reference to your recent letter. من دارم عطف به، در اشاره به نامه اخیرتون می نویسم. من دارم عطف به، در اشاره به نامه اخیرتون می نویسم. Ooh, I'm on. Okay. Mr. Bing's office. No, I'm sorry, he's in a meeting right now. Not a meeting, I'm ready. Ooh. Will he know what this is in reference to? یا مثلا یه جایی فرصت شغلی ایجاد شده، میخوای نامه بزنی. باز حالت رسمی داره، از این اصطلاح میتونیم استفاده بکنیم. I am writing to you in reference to the job opening in your department. من دارم عطف به، در مورد اون فرصت شغلی که توی بخش شما ایجاد شده مینویسم. I am writing to you in reference to the job opening in your department. من دارم عطف به، در مورد اون فرصت شغلی که تو بخش شما ایجاد شده می نویسم. Could you please tell me what this is in reference to? Could you please tell me what this is in reference to? به فعل سی توی این جمله فیبی دقت بکنید. Can you see me operating a drill press? Can you see me operating a drill press? میتونی منو در حال کار کردن با یه مته فشاری تصور بکنی؟ انگاری که بگه Can you imagine me? حالا دوباره به فعل سی تو این یکی جمله فیبی دقت بکنید. I'll see that he gets the message. Bye-bye. I'll see that he gets the message. ما
من مطمئن میشم که ایشون پیام شما را دریافت بکنن. خب حالا بریم ببینیم که فعل سی توی این دوتا جمله که کاملا با هم متفاوت بود به چه معنیه. توی جمله اول To imagine or think about something or someone in a particular way. یعنی یک کسی یا یه چیزی رو توی یه حالت خاصی تصور بکنی یا بهش فکر بکنی. توی جمله اول فیبی داره میگه که میتونی منو در حال کار کردن با یه مته فشاری تصور بکنی. منو توی این حالت خاص تصور بکنی. پس اینجا سی به معنی imagine. I just can't see him as a father. من فقط نمیتونم اون رو به عنوان یه پدر تصور بکنم. I just can't see him as a father. من فقط نمیتونم اون رو به عنوان یه پدر تصور بکنم. I could see a future here, us raising a family. Could see a future here, us raising a family. He could see a great future for her in music. اون میتونست یه آینده بزرگ خیلی خوبی رو برای اون توی موزیک تصور بکنه، توی موسیقی تصور بکنه. He could see a great future for her in music. اون میتونست یه آینده عالی رو برای اون توی موسیقی تصور بکنه. خب توی جمله دوم به چه معنی بود؟ To make sure or check that something is done. یعنی مطمئن بشی یا چک بکنی که یه چیزی انجام شده. اینجا هم داره میگه که I'll see that he gets the message. مطمئن میشم که اون پیام شما رو دریافت بکنه. انگاری که بگه که I'll make sure that he gets the message. And he has your number. And I'll see that he gets the message. Bye-bye. Ross says hi. It's up to you to see that the job's done properly. این وظیفه شماست که چک بکنید. مطمئن بشید که کار به طور کامل و صحیح انجام شده، تموم شده. It's up to you to see that the job's done properly. این وظیفه شماست که چک بکنید. مطمئن بشید که کار به طور کامل و صحیح انجام شده، تموم شده. It's beautiful. I'll see that he gets it. I'll see that he gets it. Please see that the lights are switched off before you leave. لطفاً قبل از این که بری مطمئن شو. چک بکن که چراغا خاموش شده باشه. Please see that the lights are switched off before you leave. لطفاً قبل از این که بری مطمئن شو. چک بکن که چراغا خاموش شده باشه. All right. Bye bye. Bye bye. Yes. What you doing? خب قرار شد چیزایی که توی سریال میبینیم و توی دیالوگا نیست اونایی که به کارمون میاد یاد بگیریم. توی این بخش چندین توی این اپیزود چندین بار این بیپر پیجر راس زنگ میخوره، مثل این صحنه. Ross's beeper goes off. Ross's beeper goes off. پیجر راس زنگ میخوره. پس زنگ خوردن پیجر رو از چه فریزال بر بی استفاده کردیم؟ Go off. If an alarm goes off, it makes a noise to warn you about something. اگر که یه alarm go off بکنه، یه صدایی در میاره که به شما یه اخطاری راجع به یه چیزی بده. پس میشه همون زنگ خوردن یه alarm. حالا میشه alarm ساعتت باشه، ساعت گوشیت باشه، یا مثلا میتونه یه دزدگیر باشه. فرقی نمیکنه. این زنگ خوردن این alarm رو از phrasal verb go off استفاده میکنی. مثلا ساعت تو هر روز زنگ میذاری دیگه، گوشی تو هر روز زنگ میذاری که صبح بیدار بشی. چقدر این به کارمون میاد؟ I've set the alarm to go off at 7 a.m. واسه ساعت 7 صبح تنظیم کردم که آلارمم زنگ بخوره، این ساعت گوشیم زنگ بخوره. I've set the alarm to go off at 7 a.m. واسه ساعت 7 صبح تنظیم کردم که آلارمم زنگ بخوره، ساعت گوشیم زنگ بخوره. این جمله رو حفظش کنید دیگه، به همین شکل میتونید ازش استفاده بکنید. Our smoke alarm went off at home. Our smoke alarm went off at home. Your alarm's been going off. You're going to be late for your first date. Your alarm's been going off. The thieves ran away when the alarm went off. وقتی که آلارم زنگ خورد دزدا فرار کردن. The thieves ran away when the alarm went off.
وقتی که آلارم زنگ خورد دزدا فرار کرد. You let it go, Ross. It was just a dream. It doesn't mean. Oh, this is it. Oh my God, it's baby time. Baby time. Right, relax, relax. Be cool. Yeah, hi. It was just beeped. حالا یکی هست که هی اشتباهی داره به بیپر راست زنگ میزنه. گیر داده که راست بره پیشش. راست جوابش میگه که judging by his number I'd be a huge disappointment. بر اساس شمارش، با توجه به شمارش من یه ناامیدی بزرگی میشم. Judging by his number I'd be a huge disappointment. با توجه به شمارش من یه ناامیدی بزرگی میشم. اگه بیام اونجا خیلی ناامید میشی. Now believe me, you don't want me. Judging by his number, I'd be a huge disappointment. خب، این judging by, judging from, این به چه معنیه؟ It is used to say that you are making a guess based on what you have just seen, heard, or learned. یعنی بر اساس اون چیزی که الان شنیدی، دیدی یا یاد گرفتی، میای یه حدسی میزنی، در واقع میای یه قضاوتی میکنی. پس میشه با توجه به، بر اساس، حالا با توجه به چیزی که دیدی، با توجه به چیزی که شنیدی یا تجربه‌ای که مثلا داری. No, Andre is not here. Third time today. No, believe me, you don't want me. Judging by his number, I'd be a huge disappointment. Yeah. All righty, bye-bye. Judging by past experience, we shouldn't have to wait very long for our passports. بر اساس، با توجه به تجربه گذشته، ما نباید خیلی زیاد منتظر پاسپورتمون باشیم. Judging by past experience, we shouldn't have to wait very long for our passports. بر اساس، با توجه به تجربه گذشته، ما نباید خیلی منتظر پاسپورتمون باشیم. یعنی نباید مدت طولانی طول بکشه که پاسپورتمون بیاد. Judging from your communications hack, you're somewhere on the third deck. Judging from your communications hack, you're somewhere on the third deck. Judging from what you say in your letter, you don't sound well. با توجه به چیزی که توی نامت میگی خوب به نظر نمیاد. Judging from what you say in your letter, you don't sound well. با توجه به، بر اساس چیزی که توی نامت میگی خوب به نظر نمیاد. Judging by these coordinates, I'd say 9 million years. Judging by these coordinates. Smoke alarm went off twice. Smoke alarm went off twice. And what is this in reference to? And what is this in reference to?